میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز سه‌شنبه عرضم به حضور شما که منو عفو بفرم، چهارم مهر ماه هست و 26 ماه سپتامبر. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما هست و سپاس بیکران بر اون دست از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت به بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسنن. خب میدونین که سه‌شنبه ها در این ساعت، یک هفته در میان البته، میریم خدمت جناب آقای دکتر مسائلی نازنی تا از کلاس های درس ایشون در حقیقت بهره بگیریم. آقای مسائلی تو زمینه حقوق بین الملل و اساسا اتیک در حقوق بین الملل خیلی کار کردن و ما هم واقعا سپاسگزار ایشون هستیم و باید از همسر بزرگوارش تشکر کنیم که در حقیقت این ارتباط رو ایشون برقرار کرد و مهری که به میهن تیوی داشتن و همسرش رو وادا کرده که بالاخره به زور آقای مسائلی باید بیه اینجا برنامه رو برای مردم توضیح بدیم. ما هم از هر دوی این عزیزان سپاس گذاریم. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما. من هم خدمت شما و همه بینندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمت شما هست. ممنونم از شما. خب عرضم به حضور شما که این آقای رئیسی اومد و رفت و به حال خیلی هم راجبش حرف زدن، ولی واقعا دلم میخواد از منظر یک استاد حقوق بین الملل ببینیم که این سخنرانی رو شما چجوری دیدید و اصلا این چی گفت و چرا گفت و چرا هیچ عکس العملی نسبت به سخنانش ایراد نشد. خوشحال میشم در این زمینه ها نظر استادی رو بشنوید. خواهش میکنم. خیلی متشکرم از اینکه باز هم این فرصت رو شما فراهم آوردین که من در خدمت عزیزان باشم. حقیقتش دفعه پیش شما اشاره فرمودید که بنده راجع به نظام های تمامیت خواه صحبتی بکنم و من سعی کردم خودم رو آماده کنم. لابلای این کارها بودش که سخنان آقای خامنه ای رو شنیدم که ایشون میگفتش که ما بر دیگر ملت ها نفوذ معنوی داریم و ما مداخله نمی کنیم و غیره. نظر من عوض شد، گفتم برای روی اون موضوع تکیه بکنم و به نوعی اثبات بکنم که حتی حضور معنوی اونها دقیقا نوعی از مداخله هستش از دیدگاه قوانین موجود. ذهنم درگی در این مسئله بود که آقای رئیسی رفت به نیویورک و باز نظر من عوض شد. فکرم شاید مناسب باشه که به سخنانی ایشون یک اعتنایی داشته باشیم. به همین جهت پسش که صحبت امروز رو حقیقتش از دیشب به ذهنم رسید که بیام یک کمی راجبش گپ بزنم. خیلی هم خوبه، برای این که آخه از در حقیقت پرسپکتیوا از مناظر مختلف صحبت کردن راجب این که نمیدونم اطرافیان رئیسی چه رفتاری داشتن، چجوری مش قاتل اومدن اینجا، چجوری مش جنایتکار همراه شدن در قالب دیپلمات، چجوری یه مش اطلاعاتی امنیتی شکنجهگر رو تحت قالب خبرنگار روانه کرده بودن، راجب همه اینا صحبت شده. اما راجب خود کل سخنرانی من ندیدم کمتر بهش پرداخته بشه و وقتی شما پیشنهاد فرمودید که راجع به این صحبت کنید خیلی خوشحال شدم و گفتم که با گوش جان بشنویم ببینیم که شما واقعا چه جوری دیدید این سخنرانی رو. بفهم شما خیلی محبت دارید، دستم در نکنه. بله من سخنرانی آقای رئیسی رو اتفاقا دیشب خوندم، یک مروری کردم ببینم که ایشون دقیقا چی گفتش، چرا که من هم
در حال طریق رسانه ها شنیده بودم که ایشون خیلی دروغ گفته، حرفایی خیلی بی ربط زده است، حتی امریکایی ها رو تهدید کرده است در رابطه با قاسم سلیمانی و امثال. من اینها رو شنیده بودم. دیشب گفتم برم بخونم ببینم چی هستش. وقتی که داشتم مرور میکردم سخنرانیشون رو، نکاتی به ذهنم رسید، اونها رو اتفاقا یادداشت کردم و قبل از که بیام در برنامه شروع کنم به نوشتن یک مقاله بلندی در این ارتباط که امیدوارم امروز تموم بشه. ببینید، سخنرانی رئیسی رو به باور بنده میبایستی بذاریم در متن دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس 78 تا بهتر متوجه بشیم که آیا اصلا این سخنرانی ارزش حقوقی دارد یا ارزش قانونی دارد یا ندارد. من نظر شخصیم بر این هستش که سخنرانیشون مثل یک انشا هستش که در یک دبستان می نویسن، یه دیمیشنن کلمات خیلی زیبا رو به همدیگه می چسبونن، بیان بعد کرامت انسان، عظمت انسان، نمیدونم حق باوری، عدالت خواهی، خود اینا کلمات زیبایی است، واقعا بسیار کامپلینگ اصطلاحا، یعنی خیلی روی انسان تاثیر میگذاره. اما این کلمات در سخنرانی ایشان چیزی به جز یک سری موضوعات بی محتوای بی ربطی نبود به باور بنده. و تا دوستان عزیزی که در موضوعات ادبی کار کردن به خوبی میتونن توضیح بدن که حتی بین جملات ایشون و پاراگراف ها یک گپ مفهومی وجود داشت. یعنی اونهایی که اومدن این سخنرانی براش درفت کردن، پیشنویس کردن و در اختیارش قرار دادن، انقدر ناآگاه و نابخرد بودن که حتی از نقطه نظر صنایع ادبی هم به ذهنشون نرسیده است که وقتی که این جملات رو با استفاده از اون واژه های زیبا تحریر میکنن، مستی استران بهش میگن مثلی ترانزیتوری مثلا فریزیز بینش باشه، یعنی از یک جمله به جمله دیگر، از پاراگراف به پاراگراف دیگر ما بستی خیلی منسجم و کانسیستنت حرکت بکنیم. بنابراین سخنان آقای رئیسی رو اونطوری که بنده احساس میکنم یک انشای قشنگی بودش که نوشته بودم، ولی به شدت عاری از محتوا، سراسر غیر حقیقی یا به تعبیر دروغ محض بودش. خب ایشون، حالا کسانی که البته این سخنرانی رو نوشتن، آقای رئیسی خوندشون رو با استناد به چند آیه یا دو آیه حداقل من دیدم از قرآن، ایشون سخنرانی رو در سازمان ملل متحد ارائه کرد. منتها به مصداق هر کسی از ذهن خود شد یار من، خود بنده هم بیشتر توجه معطوف شد به این نکته که آیا این سخنرانی میتواند مطابق با معیارهای قوانین حقوق بین الملل کنونی باشد یا نباشد. این رو بهش بیشتر دقت کرد. بعد نگاه کردم، وقتی که داشتم سخن رو میخوندم، شروع کردم به یادداشت کردن. 10 نکته اصلی در سخنرانیشون هست که ما رو لیست کردیم و من میبینم که این 10 نکته تماما در تناقض یا تباین ذاتی با قواعد حقوقی بین الملل قرار دارد. اما برای اینکه ما بتوانیم تناقض رو توضیح بده، این کار ممکن است وقت برنامه رو زیاد بگیره و من پیشاپیش پوزش میخوام از بینندگان عزیز و جناب علی، پیش از اینکه ما بخواهیم این تناقضات ذاتی رو بیان مورد بررسی قرار بدیم، ناچار هستیم همونطور که عرض کردم اونها رو در متن اون دستور کار مجمع عمومی در امسال، یعنی اجلاس 78 قرار بدیم، تا بتوانیم به نوعی اثبات بکنیم که نه تنها سخنان رئیسی هیچ اعتباری نمیتواند داشته باشد، بلکه سرشار از تضادهای ذاتی است. این عرضی هستش که بنده اینجا میخوام خدمت بینندگان عزیز و شما جناب بهبهانی عرض بکنم. وقتی که داشتم من نگاه میکردم به سخنانی، دیدم که ایشان با استناد به آیاتی از قرآن، فبشر عبادی الذین، گفته است که قرآن کلام خداست و انسان رو فرا میخواند. نگاه بکنید، 10 تا مفهومه: عقلانیت، معنویت، عدالت، اخلاق و حق باوری، کرامت انسان، وفای بعهد و راستگویی. بعد وارد یک موضوع بحثی کاملا بی ربط شده است به نام آپارتاید فرهنگی و در نهایت صحبت خودش رو خاتمه بخش دست با بحث جنایت علیه بشریت. خب من 10 تا نکته رو
استخراج کردم، گذاشتم روی کاغذ و اتفاقا کامپیوترم جلو دستم هست و با اجازه شما میخوام نگاه بکنم به تک تک این موضوعات و یک یکی برای عزیزان توضیح بدم که چرا سخنرانی رئیسی بی محتوا، فاقد ارزش حقوقی، سراسر غیر حقیقت و حتی چگونه ناقض تعهدات بین المللی است برای یک کشور شامل طبیعتا جمهوری اسلامی. پس اگر که عرض بنده مقداری طولانی شد، پوزش میخوام، هر کجا که نیاز هست من رو لطفا قطع بکنید، اگر خطا میگم حتما رو اصلاح بکنید، برای اینکه متوجه شدم یه موقع داشتم یه حرفی میزدم که گویا با اونی که در ذهنم بود سازگار نبود، به اشتباه لپی اصطلاحا یک واژه رو نادرست بیان کرده بودم. لذا عرضم رو با این بحث آغاز میکنم که در جلسه امسال اجلاس 78 دستور کار مجموع سازمان ملل متحد عبارت بود است از عنوانی که اسمش گذاشتن بازسازی اعتماد و احیای مجدد همبستگی جهانی. این تم اصلی جلسه امسال بود. باز عرض بکنم، بازسازی اعتماد و احیای مجدد همبستگی جهانی با هدف تسریع در اقداماتی که مربوط هست به برنامه 2030 توسعه پایدار ملل متحد. و باز در نامه‌ای که اتفاقا من خوندم دیدم که رئیس مجلس عمومی خطاب به رئیس ادواری انتخابی اجلاس امسال نوشته شده است، تأکید کردم که با توجه به دستور کار میبایستی تلاش بشود که اهداف توسعه پایدار جهتگیری بشه به سمت برقراری صلح، رفاه، پیشرفت و پایداری برای همه مردم جهان. خب شما حساب کنید که این عنوان خیلی بزرگی است و واقعا ساعت ها مثل راجبش صحبت بشه. خب حالا ما میام برای این که بسنجیم ببینیم که آیا سخنرانی هایی که رؤسای کشورها یا اعضای بلند مرتبه که از توی کشورها اعزام شدن به ملل متحد مطابق با این دستور کار مجموعه هست یا نه، برای که اونها رو خوب بتونیم بسنجیم بستی یکم بیام واکاوی بکنیم نکاتی که در دستورالعمل امسال بوده است. ببینید دستورالعمل میگه که ما نیاز داریم به اینکه اعتماد رو بازسازی بکنیم در دنیا، نوع همبستگی ایجاد بکنیم در دنیا تا بتوانیم سوم از اینها استفاده بکنیم در جهت صلح. من خواهش میکنم شما آقا یه بار دیگه این تاپیک رو بفرمایید، ما دقت گوش بدیم ببینیم که اصلا دستور کار مجمع چی بوده، چون معمولا خب مجمع عمومی تو هر مؤسسه ای، سازمان کوچیک بزرگ هر جوری که باشه، خب یک سالانه یه مجمع عمومی عادی تشکیل میشه و گاهن مجمع عمومی فوق‌العاده هم توی دستورش هست، توی اون نظامنامه وجود داره که در سال حتما یه مجمع عمومی عادی باید حتما باید برگزار بشه، در صورت نیاز میشه مجمع عمومی فوق‌العاده هم تشکیل داد و اعضا رو دعوت کنیم که بیان آقا یه موضوع شدید پیدا شده، نمیدونم فلان اتفاق افتاده، میخوایم راجبش حرف بزن. و همه این مجامع عمومی که در سال تشکیل میشه ضمن گزارش سود و زیان که بحثای مالی رو مطرح میکنن یک دستور کار هم دارن، هدفهای دور رو تعریف میکنن، اهدافی که بهش رسیدن در سال گذشته رو تعریف میکنن، به هر حال یک موضوع رو از پیش معین میکنن در اون دعوتنامه ای که اجباری است که باید دعوت کنی همه رو، همه اعضا رو اجبار، حقوق قانون میگه باید اعضا رو همه رو حتما در مدت معین تا تشکیل جلسه دعوت کنی اعضا رو که بتونن خودشون آماده کنن برای حضور در جلسه. بنابراین همه جلسات مجامع عمومی از ریز و درشت، خرد و کلان فرقی نمیکنه، ابعادش چیه، دولتی، خصوصی، شخصی، هر جوری هست بایستی که معلوم بشه. پس بنابراین نکته مهم اینجا در تا اینجای بحث شما همین موضوع است که خواهش میکنم بفرمایید که موضوع یا تاپیک به قول فرنگی یا تاپیک
این دوره مجمع عمومی یا مجمع عمومی امسال چی بوده؟ مثلا راجبه چی باید جمع می شدن؟ چی رو باید دنبال می کردن؟ بفهمید تا بشنه. حتما قبل از این خدمت شما عرض بکنم و عزیزان بیننده حتما توضیح بدهم که مجمع عمومی سازمان ملل متحد رفیع ترین و بلند پایه ترین مکان و یا فرصت است در جهان برای اعلام خطوط اصلی دیپلماسی چند جانبه برای کشورهای مختلف. خب این خیلی مهم استش که ما به این جایگاه مجمع عمومی دقت داشته باشیم. عنوان امسال بودش، من البته چون اینو ترجمهش کردم به فارسی، بازسازی اعتماد و احیای مجدد همبستگی جهان. این تیتر اصلیه. بعد زیر تیترشو باید بگم که برای تسریع در اقدامات مربوط به دستور کار سال 2030 برای اهداف توسعه پایدار و هدایت و بهره برداری از آن برای صلح، رفاه و پیشرفت برای همه مردم جهان. شما لازم فهمید که دستور کار خیلی طولانی بود، یک تیتر اصلی داشت، یک زیر تیتر داشت. به همین خاطر اتفاقا من مایل هستم اینجا عرض بکنم که این انتظار کاملا طبیعی هست که سخنرانی هایی که در مجمع عمومی ارائه شده از توسط نمایندگان کشورها، اما از رؤسای کشورها یا دیگران، اینها مستی کاملا در ارتباط با دستور کار اجلاس امسال باشد و از همه مهمترین که تمامی کشورها در سخنرانی های خودشون مستی اعلام نمایند که کشور مطلوب آنها متعهد به این تعهدات جهانی هستش. برای اینکه ببینید وقتی کشورها عضو سازمان میشوند، شامل سازمان ملل متحد و منشور ملل متحد میپذیرن، اونها نوعی تعهد قراردادی براشون شکل میگیره، نوعی ابلیگیشن به صلاح به وجود میاد که کشورها باز خودش رو تو اون فیت کنن، با اون متناسب بسازن، منطبق با اون بشه. این خیلی مسئله مهمی هستش که ما حتما مد نظر داشته باشیم. وقتی که من داشتم نگاه میکردم به این تیتر مجمع عمومی، به ذهن رسید که بیام اون 10 نکته کلیدی که آیه رئیسی با اون واژه های زیبا به هم یه چسبونده بود رو بیام اینجا مورد توجه قرار بدم. لذا با توجه به این عرض میتونم حالا بقیه موضوع رو خدمت شما تا اونجا که ممکن استش فشرده فقط باز بکنم. ببینید اولین نکته ای که رئیسی بهش اشاره کرد این بودش که میگفتش قرآن و کلام خدا ما رو به عقلانیت فرا میخوان. خب این بحث خیلی قشنگی است، بله عقلانیت، ولی واقعا عقلانیت چیست؟ و اینکه عقلانیت از دیدگاه روابط بین الملل در حیط جهانی به چه معناست؟ خب یه مخصصش ما میگه عقلانیت خیلی خوب، انسان‌ها فرضاً موجودات عقلایی هستن، بهشون میگن انسان‌ها ذوات عقلایی هستن یا آفریدگان عقلایی هستن. خب این یه معنی ممکن است عقلایی بودن باشن، ولی وقتی که واژه عقلایی بودن رفتار مورد توجه قرار میگیرد در یک گستره بسیار بسیار فراخ مثل جامعه بین المللی، مثل روابط بین الملل، معنی عقلانیت از این حرفای بی سر ته نمیدونم انشایی آخوندیه فقط بتونه رضایت هوادار نظام رو جلب کنه متفاوت خواهد بود. بینندگان محترم ببینید، عقلانیت رو اگر من بخوام خیلی ساده در حوزه بین الملل توضیح بدهم، باید عرض بکنم که عقلانیت یعنی تمایل همه کشورها یا رضایت همه کشورها برای همکاری‌های بین المللی در جهت اهدافی که متناسب هستند با جمع شدن اونها در یک فرض مجمع. حالا شما در نظر بگیرید که وقتی که ما میگیم عقلانیت یا وقتی میگن عقلانیت، عقلانیت از دیدگاه حقوق بین الملل حداقل با ارجای به منشور ملل متحد، عقلانیت یعنی خرد جمعی. یعنی که فرض کنید که 193 کشور عضو سازمان ملل متحد هستن، اینا هر کدام نوع عقلانیت برای خودشون تعریف کردن. جمهوری اسلامی میگه عقلانیت من از اسلام آمده است، چین میگه عقلانیت من از کمونیسم آمده است، عقلانیت مختلف نمیان تعریف میکنن. اینها بهش میگن عقلانیت خود انگاشتی یا سابجکتیو. ولی وقتی که ما میام توی متن فراگیر جهانی یا بین الملل قرار میگیریم، عقلانیت یعنی خردمند شدن، یعنی عبور از ریزن مثلا به طرف بینگ ریزونبل اصطلاحا. یعنی ما میتونیم از عقل گرایی فردی تعبیرش نمیم به عقل گرایی جمعی
که اصلا بهش میگن خرد جمعی. در حقوق بین الملل و در روابط بین الملل خرد جمعی میگوید که همه کشورها میبایستی با همدیگر همکاری داشته باشن برای حل معضلات جهانی. حالا اگر شما اصلا ملاحظه بفرمایید، اگر ارجاعی داشته باشید به منشور ملل متحد، میبینید که منشور به صراحت میگوید که نظر به اینکه جامعه جهانی مواجه هستش با معضلات و مشکلات و پرسش‌های زیادی که ماهیت اقتصادی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دارن، پس همه کشورها، همه اعضای ملل متحد هستی متعهد باشن که با همدیگه همکاری بکنن برای اینکه بتونن این نوع معضلات جامعه بین‌المللی رو فرضاً بهش پاسخ بدن. لذا شما میبینید که عقلانیت در حوزه روابط و حقوق بین الملل یعنی انتخاب عقلایی، انتخابی که با جمع صورت میگیره، یعنی نوع اجماع صورت میگیرد، اجماع همپوش به وجود میآید. کشورها و نمایندگان کشورها و تیمهایی که در اونجا هستن و هم دیگه فکر میکنن، کار میکنن، برین استورمینگ انجام میدن تا ببینن بهترین انتخاب عقلایی برای پاسخگو به نیازهای جامعه جهانی چیست. حالا اگر من بخوام فقط همین بحث ساده را در نظر بگیرم اینجا، شما میبینید که جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی اصلا محال است که بپذیرد که این واسی تسلیمی خرد جمعی برای همکاری جهانی در جهت پاسخگو به نیازهای بین المللی باشد. لذا میبینیم که بله، آقای رئیسی میگوید که قرآن ما رو به عقلانیت فرا میخواد، ولی کدام عقلانیت آقای رئیسی؟ اگر ما بخوایم فرضاً عقلانیت هم که عرض کنم دیده بین الملل، از دیده حقوق بین الملل انتخاب بکنیم، میبینیم که عقلانیت کاملا معانی متفاوت پیدا میکنه. حالا اتفاقا من اینجا 5 نکته رو یادداشت کردم در ارتباط با عقلانیت که فقط خیلی کوتاه عرض بکنم برای عزیزان علاقه من، یکم شاید بتونم منظورم رو روشن‌تر ادا بکنم و معانی افاده کنم. ببینید، عقلانیت از دیدگاه حقوق و روابط بین الملل یعنی مبنای شکل بگیرد، مبنای جمعی شکل بگیرد که هرگاه ما با تفاسیری در مورد قوانین و مقررات مواجه می شویم که ممکن است برای جامعه جهانی اشکال ایجاد بکند، آن عقلانیت بتواند بر آن نوع تفاسیر مختلف غلبه بکند و نوع توافق به وجود بیاید. شما فرض کنید که مثلا یکی از بنیادی ترین به باور بنده تفاسیری که موجبات مشکل شده است برای جامعه جهانی، تفاسیری است که پیرامون مفهوم انسان صورت گرفته است یا حق صورت گرفته است. ما به خوبی میبینیم که نظام اسلامی در ایران تحت هیچ شرایطی مایل نیست بپذیرد که همه مردم انسان هستن، همه دارای کرامت هستن، همه دارای عظمت و شأن هستن و همه مردم از حقوق بنیادی برخوردار باشند. درسته؟ جمهوری اسلامی تفسیر خاص خودش موجود داره است که در تضاد کامل با مقررات بین المللی حقوق بشر قرار میگیره. 100% به خاطر اینکه زن و مردش مساوی نیستن دیگه، از اینجا مشکل شروع میشه دیگه. بفهمید. بله، عرض اومده. این هستش. لذا عقلانیت در درجه اول یک مبنای میشه و در دیدگاه حقوق بین الملل. حالا این یه چیزی هست بهش میگن لیبرال اینستیتوشنالیسم. در اون دیدگاه میگن که عقلانیت مثل اون پایه و مبنا رو به وجود بیاره تا هرگاه تفاسیر متضاد پیدا میشود بشه در اون تفاسیر متضاد غلبه کرد. 2، عقلانیت از این دیدگاه یعنی یک الگوی شکل بگیرد برای سازوکارهایی که روابط علی میان پدیده ها رو توضیح بدهد. فرضاً بگید که خیلی خوب، مثال دارم عرض میکنم، در سوریه یک جنگ داخلی شکل گرفته است، هزاران انسان بیگناه دارن جانشون از دست میدن. روابط علی رو اگر ما بخوام تحلیل بکنیم، متوجه میشیم که به دلیل نفوذ نیروهای خارجی شامل روسیه، شامل جمهوری اسلامی و امثال هم، اون وقایع دربار داره در روسیه، در بخش سوریه اتفاق میفته. لذا عقلانیت باید بتواند آن روابط علی رو برای ما توضیح بده. شما میبینید که جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی به این معنای عقلایی بودن اصلا اعتنا نداره، اصلا اعتقاد نداره، اصلا حتی فکر میکنه، اصلا نمیتونن درک بکنن. دوستان گرامی، گاهی اوقات احساس میکنم واقعا چقدر اینها ناآگاه و جاهلان در موضوعات جهان نگاه میکنن. خیلی دوست داشتم که حتی بیشتر توضیح میدادم، ولی احساس میکنم که وقت داره گرفته میشه و این بحث کوتاه میکنم در همینجا. مینویسم رو خدمت شما میفرستم. بنابراین وقتی که ایشون در آغاز سخنانش میگوید که قرآن کلام خدا ما را به عقلانیت فرا میخواند، اینا حرفه، اینا حرفای
آری و تویی از معنا هستش، برای اینکه عقلانیت درست در متن قواعد بین الملل و تعریف و ترجمه بشه و اون چیز هستش که من سعی کردم در یه حد کوتاه اینجا خدمتتون توضیح بدم. دومین نکته که ایشون در سخنانیش بهش اشاره کرد، گفتش که کلام خدا فرا میخواند انسان رو به عقلانیت و معنویت. خب من دوستم که روی معنویت تکیه بکنم. منظور از معنویت چیست؟ معنویت اگر که بشود آن را با ارجاع به مفهوم معنای زندگی فرزند اون رو سازگار کرد و توضیح داد، تعمیم داد، بله ببخشید، تعمیم داد، معنویت در حقوق و روابط بین الملل جایگاه بسیار دیرینه‌ای دارد. اگر شما به کارهای پیش قراولان و پیشگامان حقوق بین الملل نگاه بکنید، مثل کارهای مثلا هوگو گروشس، به عنوان مثال دارم عرض می‌کنم، عالم برجسته حقوق بین الملل، می‌بینید که هوگو گروشس خودش متأثر از معانی از حیات بودش که از عالم مسیحیت فرا گرفته. اگر شما به کارهای ویلسون نگاه بکنید، برای ویلسون رئیس جمهور پیشین امریکا، میبینید که اقداماتی که ویلسون انجام داد و منجر شد به شکلی جامعه ملل، بعد دادگاه دائمی بین الملل، دادگستری که بعدها در نهایت رسید به شکلی سازمان ملل متحد، اینها متأثر از ایده ها و آرمان های بود که همگی متمرکز بودن بر روی این نکته که معنای زندگی چیست، یعنی چه زندگی میتواند دارای به صلاح بهش میگن که فول فیلد لایف باشد، چه زندگی میتواند به مردم آن فرصت را بدهد تا یک زندگی متعالی انسانی بر خودشون داشته باشد. بنابراین معنویت از دیدگاه حقوق بین الملل دقیقا در این چارچوب آمده است، معنا و مفهوم پیداگر است. به این شکل که حتی بنده میتوانم اینجا با جرأت بیان بکنم که اساسا حقوق بین الملل بدون هر نوع ارجاع به مفهوم معنا، حالا یا به تعبیری معنویت که عرض بنده معنویت مذهبی نیست، ضرورتا حقوق بین الملل بدون اعتنا به معنا اساسا نمیتواند حقوق باشد، برای اینکه اگر که ما میبینیم حقوق یا یک قاعده یا یک ماده قانونی وقتی به وجود میاد، اون قاعده و اون ماده یک بعد بیرونی دارد، یک بعد درونی دارد. بعد بیرونیش همون هستش که توسط قانونگذاری شکل میگیره و بعد درونیش اونی هستش که به باور انسان ها ارتباط داره. به همین خاطر شما اگر که مثلا به مقدمه منشور ملل متحد کنات بفرمایید، مقدمه منشور ملل متحد میگوید که ما ایمان داریم، ما ایمان داریم به حقوق ذاتی همه انسان ها در هر کجای دنیا که هستن. منشور نمیگه که ما به خاطر اینکه اون منشور امضا کرده ایم پس متحد به انجام این کار هستیم. منشور میگه که ما ملل متحد ایمان داریم و حتی میگه که وی ریافیرم، یعنی ما مورد باز تأیید قرار میدهیم ایمان خود را، باور خود را به این معنای حیات که همه انسان ها داری ارزش ذاتی هستند و همه در این ارزش ذاتی با هم دیگه برابر هستند و به همین دلیل مس از حقوقی برخوردار باشند. حالا من واقعا درک نمی کنم که آیا آی رئیسی اینو معنویت مد نظرش بوده است یا جمهوری اسلامی اینو معنویت را مد نظر دارد، من هرگز نمیتونم باور داشته باشم. بلکه تمامی کارنامه حکومت اسلامی در طول این حیاتی که داشته رفتارش مغایر این تعریف دیگه تضاد کامل بوده است. این است تحت هیچ شرایطی جمهوری اسلامی نتوانسته است حتی بنزه یک اپسیلون حقوق مردم رو تعریف کنه، میگوید که ما باور داریم به حقوق ذاتی انسان. خب اینها ببینید که سوادهای رئیسی تک تک کلماتش رو اتفاقا از همون جمله اول من نوشتم در تضاد کامل با قواعد حقوق بین الملل هستش. اجازه فهمه من ادامه بده اگه فرمش هست بفهمه نه بفهمه سرپا گوشم. بعد ایشون گفتش که قرآن کلام خدا انسانها رو فرا میخواند به عقلانیت، معنویت، عدالت. عدالت منظور از عدالت، عدالت چیست؟ آخه بازی با کلمات که نمیشه، بازی با کلمات مصرف داخل مصرف داره برای تعداد اونایی که گماشتگان اون سیستم هست مدنه خیانت میکنن به آرمان اسلامی. عدالت رو حداقل در ابتدایی ترین و ساده ترین تعریفی که ما میتونیم از اون داشته باشیم از دیدگاه حقوق بین الملل میتونیم تعریف کنیم به این شکل که عدالت یعنی فراهم آوردن فضایی که فرصتی که یا امکاناتی که در آن جنایت نسل‌کشی اتفاق نیفتد.
انواع جنایت های علیه بشریت اتفاق نیفتد، جنایت جنگ اتفاق نیفتد، شکنجه اتفاق نیفتد، ناپدید شدگان اجباری یکی از دستورالعمل های اصلی حاکمیتی نباشد و اصلا تبعیض علیه زن ها نباشد. در حقوق بین الملل عدالت یعنی احترام به حقوق انسان و خودداری از اقداماتی توسط حاکمیت که منجر میشد به شکلی جنایت های بین الملل. خب شما در نظر بگیرید، آخه عدالت رو که نمیشه من در آوردی تعریف کرد، برخواه مثل یه قواعدی باشد که مورد قبول جهانیان باشد. حالا من مثال بزنم، چند تا مثال روشن براتون بزنم. ببینید یک مقاول نامه داریم به نام مقاول نامه بین المللی علیه شکنجه و رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی با مرد. این مقاول نامه برجسته جهانی علیه شکنجه، علیه خار کردن مردم، رفتار غیر انسانی، مقاول نامه است که جمهوری اسلامی حتی حاضر نشست اون رو امضا بکند. حالا تصویب داخلی جای خود. یا مقاول نامه مربوط فرضاً به دیسکریمینیشن، من یه لحظه فراموش کردم، تبعیض علیه زنان، از مقاول نامه های بسیار بسیار برجسته بین المللی هستش. جمهوری اسلامی هرگز اون رو امضا نکرده است، اصلا نپذیرفته است. یا مقاول نامه بین المللی مربوط به کارگران مهاجر و حمایت از خانواده اونها، جمهوری اسلامی اصلا نپذیرفته است، اصلا قبول نکرده است. و پاره از مقاول نامه های مهم بین المللی، چون 10 تا مقاول نامه هستن که اون سنگ بنای منشور حقوق بشر بین المللی رو فرم بخشن. دیگر مقاول نامه ها مثل فرضاً میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی یا میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و چند تا دیگه هستن، رو هر چند که پذیرفته است آنها رو به تصویب قانونگذاری داخلی رسانده است، متعهد به اجرای آنها نیست. شما حساب بکنید میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دو تا پروتکل الحاق بهش ملحق شدن. اون پروتکل های الحاقی زمینه های اجرای اون میثاق رو فراهم میآورد. جمهوری اسلامی اصلا پروتکل ها رو نپذیرفت است، اصلا قبول نکرده است. لذا وقتی ما به بحث عدالت نگاه میکنیم و سعی میکنیم رو مورد کنکاش قرار بدیم، وارد فعلا من به ذهن ارسید که نگاه بکنید به منشور ملل متحد. منشور ملل متحد در مقدمه میگوید که همه اعضای ملل متحد میبایستی ایمان داشته باشن، باور درونی داشته باشن به ارزش ذاتی انسان و به برابری همه مردم زن و مرد، برای اینکه عدالت در جهان به تولد مستقر بشه. پس عدالت مستقر شدن منوط هست به اینکه باور قلبی وجود داشته باشد به حقوق ذاتی انسان ها. شما در نظر بگیرید اصلا جمهوری اسلامی به هیچ عنوان به موضوع اعتنا نمی کنه. حتی اصلا من گاهی قد بزنم میرسه که این گماشتگانشون و مشاورانشون و تیماشون اصلا هرگز اینها رو نخوندن، اصلا نمیدونن، اصلا هیچ درک روشن از این موضوع ندارن. لذا صحبت های رئیسی در درون مجموعه سازمان ملل متحد و دعوت ایشان به عدالت کاملا عاری از معنا، کاملا بی محتوا و فاقد هر نوع ارزش حقوقی است و از همین مهمتر در تضاد کامل قواعد حقوق بین الملل است. ایشان در همون جمله دوم صحبت خودش گفتش که همچنین کلام خدا ما را فرا می‌خواند به اخلاق و حق باوری. باز هم یکی از اون واژه‌های فریبنده است. واژه بسیار زیبایی است ولی فریبنده است. چرا؟ برای اینکه دوباره عرض بکنم از دیدگاه حقوق بین الملل، اخلاق یعنی اینکه، یا حق باوری یعنی اینکه، اگر اعضای جامعه بین المللی به عضویت این جامعه در می آیند، قراردادها، معاهدات، میثاقها، پیمانها را امضا می کنند، اینها می بایستی در همه شرایط متعهد به تمام مفادی باشند که اونها پذیرفتن و بس اونها را به بهترین شکل ممکن اجرا بکنن. ولی ما می بینیم که جمهوری اسلامی حتی در مواردی که فرضاً پیمانهای بین المللی را پذیرفته است، مثل منشور ملل متحد، تحت هیچ شرایط اصلا به اون اعتنا نمیکنه، اون زیر پا میگذاره، با بیشتر می کامل اونها رو نادیده میگیره. خب اخلاق یعنی چی اینجا؟ دوستان گرامی عزیزان، لطفا بنده رو اصلاح کن اگر که اشتباه میکنم. اخلاق و حق مداری یعنی این که اگر فرضاً عضوی از جامعه بین المللی، یک پیمان بین المللی که مربوط هست به حفاظت و حراست از حقوق مردم و طبیعتا خیر عمومی در کل جامعه جهانی، اگر که شما پذیرفته است، مثل اون رو متحد به اجرای آن باشه. بنابراین اخلاق از این دیدگاه
همانا چیز هیچ چیزی نیست، من لحظه واژه رو اشتباه کردم، چیزی نیست مگر اینکه بپذیرم که تمام تعهداتی که پذیرفتن در جامعه بین المللی رو مسی بهش اعتنا بکنم و به اون کلا اون با احترام بگذارم. جمهوری اسلامی تحت هیچ شرطی این کار انجام نمیده. لذا صورت‌های رئیسی در تباین، در تضاد و تناقض ذاتی کامل با تمامی قواعد حقوق بین الملل هستش. نکته دیگر ایشون گفتش در ادامهش در صحبتش گفتش که قرآن کریم یک از تفرقه بپرهیزید و قص الهازا، و بنابراین ما ایشون گفت جمهوری اسلامی به قاعده وفای عهد و راستگویی و امانتداری متحد هستش. این یک دروغ محض است، یک ادعای کذب است. حالا من دروغ نمیم، یعنی ادعای کذب و عاری از هر نوع حقیقتی هستش. جمهوری اسلامی از میان معدود رژیم های سیاسی در جهان هستش که شنیع‌ترین و زشت‌ترین اشکال نقض وفای به عهد را از خود به نامش گذاشته است. قاعده بسیار بسیار معروف وفای به عهد، مثلا فرضاً به انگلیسی بعد بگیم چی وفای به عهد رو، agreement must be honored، خوبه؟ یا agreement must be kept، لاتین بهش میگن پکتا سان سرواندا. جمهوری اسلامی اسناد بین المللی متعددی را پذیرفته است، فرضاً اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و ده ها مقابل نامه بین المللی دیگر. بنابراین حتی از اونجایی که به قول خودشون قرآن میگه وفای به عهد یکی از اصول از ارکان اسلام هستش، اینها مثل خود را متحد به این امر بسازن که قاعده وفای به عهد در حقوق بین الملل جز اصول بنیادین حقوق بین الملل و از ارکان اصلی همه نظام های حقوقی جهان است. آیا جمهوری اسلامی واقعا به قاعده وفای به عهد احترام میگذاره؟ آیا اونها را رعایت میکنه؟ بابا رهبر کبیرش وقتی ازش پرسیدن که این حرفایی که میزنی با اعمالی که داری انجام میدی چه تعریفی داری، پاسخ کرد که گفت دروغ گفتم، خدعه کردم. چه وفایی و عهدی کرد؟ این گفت همه آزادیم کاملا، واسه همچی کاری نه، بنا نیست که آخوندا بیان قدرت رو به دست بگیرن، اصلا ما از این کارا قرار نیست انجام بدیم. و اصلا تئوریسین اولیه‌شون، یعنی یه آدمی مثل شیخ مرتضی مطهری، ویدیوشو من دارم، میگه که ما اصلا اینجوری نیست، یه نظام جمهوری اسلامی یه نظام متعارفه مثل همه نظام ها، و این نیست که آخوندا بخوان بیان برن دولت تشکیل بدن، نمیدونم رئیس جمهورشن. ولی میبینی که همه اونایی که میگفتن دروغ میگفتن، هیچ کدومشو وفایی به هیچ عهدی که با مردم بسته بودن انجام ندادن. ببخشید، بفهم. اختیاری خواهش میکنم. خیلی ممنون هستم که ذهن من رو شما هدایت میکنید که در جای درستی قرار بگیره. ببینید، تمام عرض منده این استش که تأکید بکنم که اگر ما به دست واکاوی حقوقی صحبت ایشون بزنیم، ببینیم که هم که عرض کردم ولی تکرار هم میشه، پوزش خواهم، اصلا تضاد ذاتی داره و قوانین بین الملل. حالا بعدیش شاید فقط کمک بکنه. ایشون گفتش که طبق دستور اسلام میگوید که ای بشر، ستم و تفرقه را نپذیر، چرا که میتوان از طریق پرهیز از توهین و تفرقه و ستم و غیره میشد جهانی از کرامت و عظمت ساخت. ولی جمله خیلی قشنگه از نقطه نظر واژه‌هایی که در اون به رفت ادبی، اما خالی از محتواست. جمهوری اسلامی توهین به دیگران، من میتونم بگم بلاسفمی، یا نمیتونم بگم بلاسفمی، اگر شاید درست باشه، یا انسالتی. جمهوری اسلامی شنیع‌ترین و بیرحمانه‌ترین و آشکارترین انواع توهین به دیگران و تفرقه را از خود نشان داده است. شما حساب کنید حتی در خود کشور اسلامی، حتی در کنفرانس وحدت اسلامی به قول خودشون هستش، اهل سنت حتی حق نماز خوندن نداره. شما حساب کنید جمهوری اسلامی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را پذیرفته است، بنابراین تعهد معاهداتی دارد، تعهد قراردادی دارد که از اون نمیتونه فرار بکنه، که به موجب همون میثاق،
به تمام پیروان ادیان، به تمام مردم اجازه بدهد تا هر دینی میخواهند داشته باشند، از دینی خارج بشن، به دین دیگری بپیوندند، یا دگراندیش باشند، یا مراسم آداب و آیین و عبادات خودش رو اجرا بکنند. نگاه بکنید تو رو خود ماده 18 فرزند اعلامیه جهانی حقوق بشر، خود جروسامی اینها را پذیرفته است، یعنی تعهد معاهداتی دارد، اما در عمل توهین به دیگران درسته تبدیل شده است به یک ابزار قدرتمند تبلیغاتی در اختیار جمهوری اسلامی که واسطه اون میتونه هر صدایی رو، هر نگاهی که در به نوعی در تضاد با فرزند اون اساره های حکومت اسلامی هست رو سرکوب بکنه. شما نگاه ببینید اینکه ایشون میگه که قرآن میگه بشر تفرق ننداز توهین نکن، خودشون اینها شدن مبدع و پایگزار که از زشترین اشکال منافقانه تفرقه و توهین به اعتقادات دیگر. خب ما نگاه میکنیم که میبینیم این بحث توهین کردن دیگران بخشی از سیاست گذاری اصلی جمهوری اسلامی بوده است و خودم سیاست گذاری جمهوری اسلامی در تضاد کامل با قوانین بین المللی داره. حتی من خدمت شما عرض کنم که پاره از کشورها مثل ایالات متحده، حتی من نگاه کردم امروز دیدم که مثلا یک جای مثل تریندا توبیگو، السالوادور هم یادم که حتی السالوادور آمدن توهین به دیگران رو در قوانین کیفری خودشون محفوظ کردن. یعنی میگن که اگر کسی به دیگری توهین بکند، نمیدونم بچسب بزند، او رو مورد اذیت و آزار قرار بدهد و غیره، اقدامی که انجام میشه اقدام کیفری است، نه اقدام قضایی، کریمینال لا. جمهوری اسلامی داره تمام اینها رو انجام میده و اون آقا به نان واقعا مایه خجالت هستش بر ما که یک کسی بره در مجمع سازمان ملل متحد به عنوان نماینده یک کشور که البته نیست و بیاد این مفاهیم بی ربط رو واقعا مطرح بسازد. حالا من قصدم این استش که اگر فرصت بود یه نامه بنویسم اینها رو خطاب به رئیس مجمع سازمان ملل متحد یادآوری کنم و تماشاشم کوت بکنم بگم که چرا این واقع داره اتفاق میفته. بحث دیگری دوگانه آقا، برای اینکه در مورد جمهوری اسلامی دوگانه هستن اصلا. این دبل استاندارد من نمیدونم چجوری. امروز شورای امنیت سازمان ملل در نشست ویژه‌ای وضعیت در افغانستان را بررسی کرد. نماینده دبیرکل سازمان را تاکید کرد که مشروعیت بین المللی بدون مشروعیت داخلی به دست آمدنی نیست. آیا نظام جمهوری اسلامی در داخل مشروعیت دارد؟ بله. چرا در مورد جمهوری اسلامی و این همه توهینی که به جهانیان کرد این آدم رئیس جمهور قاتل، چرا هیچ کس اونجا پنن نشد اعتراض کنه؟ این دبل استاندارد اینا رو من واقعا نمیفهمم. ببخشید که کلام شما رو قطع کنم، ولی واقعا وقتی به عمق مطالب شما آدم فکر میکنه و اینکه چرا اینا هیچ پاسخی ندادن، چرا هیچی نگفت، چرا هیچی اونجا صداش در نمیومد، گوش نمیدادن به حرفای این، نمیفهمم اینو واقعا. اختیار دارید، شما کاملا درست میفهمید آقای بهبانی گرامی. من با شما کاملا موافق هستم. متاسفانه دابل استاندارد ها وجود داره. اونی که بنده به ذهنم میرسه تا چند اندازه درست باشد یا نباشد رو نمیدارم، نظر شخصیست بیان میکنم. من خیلی مایل هستم تاکید بکنم به دلیل این، به این دلیل که این موضوعات با این نگرش باز نمیشوند، کشور کار خودش نمیکنه. حالا اگر که ما بتوانیم آرام آرام هر کدام ما به اندازه وسع خودمون، اندازه توانایی خودمون تلاشایی رو به کار بگیریم و یادآوری کنیم به مقامات کشورها که بله فرضاً این کار در تباین کامل با قواعد بین‌المللی وجود دارد، کشورها در ناچار مثل تسلیم شدن در مقابل اراده مردم. اینجاست که من اون درد همیشگی رو بیان میکنم، هرچند سعی کرده بودم دیگه بهش اشاره نکنم، این که یه بخشی از مبارزه مردم واسه معطوف به این موضوعات بشه. متاسفانه این موضوعات جاش خالی است در تلاشایی که دارن انجام میدن. به همین خاطر دابل استانداردها وجود داره، کشورها میان مماشات میکنن، مصالحه میکنن، منافعش رو پیش میبرن برای اینکه صدای ما در این زمینه بلند برسان است. شما حساب کن این همه تظاهرات صورت میگیره که بسیار همالی است، حداقل یه بخش از افکار و متوجه اون صدای مردم ایران میشد، ولی آیا زمان ها نرسید است تا این نوع صدا هم مطرح بشه و رسا بشه تا کشورهای
برنامه‌ریزان، تصمیم گیرندگان به خوبی دریابند و درک بکنند که مردم ایران کاملا درک میکنند، واقف هستند و میتوانند فشارهای متوجه آنها بسازند. من بیشتر عرضم سر این نکات هست. با شما کاملا موافق هستم. برای اینکه وقت خیلی زیاد گرفت نشه، اجازه بفرمایید فقط به دو مورد دیگه اشاره بکنم خیلی کوتاه چند دقیقه. آرسی در یه بخش دیگه از صحبتش گفتش که بل آپارتاید فرهنگی فکر کنم در 4 مورد یادم نیست 5 مورد در سخنش به آپارتاید فرهنگیشون اشاره کرده. ببینید منشأ آپارتاید فرهنگی چیست؟ گروه متخصصان سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که در اول سپتامبر سال 2023 یعنی همین اخیراً صادر کردن رسما بیان داشتند که جمهوری اسلامی ایران مرتکب یکی از شنیع‌ترین اشکال آپارتاید دارد می شود، چرا که اونها بنا تاکید کردن گفتن که اساسا نمیشود صحبت از فرهنگ کرد بدون اینکه مردم در ساختن اون فرهنگ مشارکت داشته باشند. متخصصان رسما گفتن یعنی ما نمیتونیم راجع به یک امری فرهنگی صحبت بکنیم و خود رو دایره دار اون بدانیم ولی صدای مردم رو نشنویم. شما ببینید که جمهوری اسلامی اومده است تمامی صداهای مردم ایران رو خفه کرده است. پس بنابراین رئیسی و امثال حق ندارن بگن آپارتاید فرهنگی، برای اینکه جمهوری اسلامی خودش که از بزرگترین مرتکبان آپارتاید فرهنگی هستش، برای اینکه تمامی صدای فرهنگی، تمامی به اصطلاح اون آواهایی که از بخش‌های مختلف جامعه به گوش می‌رسد دارد خفه می‌کند و سرکوب می‌کند. حتی شما حساب بکنید که گروه متخصصان سازمان ملل متحد، متخصصان حقوق بشر، اینها تأکید کردن، من اتفاقا یادداشت کردم، میگن که فرضاً مسئله حجاب اینها گفتن و تبدیل ساختن آن به یک اسلحه در مقابل مردم ایران، این هیچ چیزی نیست مگر نوع آپارتاید جنسیتی که بخش از آپارتاید فرهنگی هستش و هیچ چیز دیگه نمیتواند باشد مگر به حاشیه راندن مردم و تبعیضات بسیار افراطی علیه مردم که بی تردید دارای تبعات منفی و زیانباری بر جامعه خواهد. حالا عرض من این هستش که اگر شما به موضوعات آپارتاید فرهنگی عنایت بفرمایید، بینندگان محترم، آپارتاید اساسا و آپارتاید فرهنگی متوجه میشید که آقای رئیسی میگه که ما میخوایم با آپارتاید فرهنگی مبارزه بکنی، آقای جهانیان بیایید آپارتاید فرهنگی رو انکار بکنید، ولی خود جمهوری اسلامی که از واژان و مبدعان و اصلی ترین عاملان آپارتاید فرهنگی علیه مردم ایران هستش. حالا اگر من بخوام این متن رو، این بحث رو توی کانتکس حقوق بین الملل قرار بدم، شما ببینید که اقدامات جمهوری اسلامی هیچ تبع چی میگن نتیجه دیگری نمیتواند داشته باشد مگر اینکه بگن جمهوری اسلامی مرتکب جنایت هایی دارد میشتد بر علیه مردمان خودش، جنایت بین المللی که طبیعتا موضوع کفر بین الملل است. و آخرین نکته خیلی ساده فقط 2-3 دقیقه این هستش که ایشان در صحبت های خودش در سازمان ملل متحد گفتش که بله امروز جنایت علیه بشریت دارد در دنیا اتفاق می افتد و ایشان جنایت علیه بشریت رو مسئله سوزاندن قرآن و به قول خودش حجمه دشمنان و غیره فرزند معبود ساخت. ولی ما به خوبی می دانیم، آگاهان همه می دانند، مردم شریف هم می دانند که جنایت علیه بشریت یک تعریف خاص و مشخص دارد، اون تعریفی که مورد قبول جهانیان هستش، تعریفی که کادیفاید شده، قانون شده است، حقوق شده است. جنایت علیه بشریت یا جنایت ها علیه بشریت، crimes against humanity، جمع میبنی crimes، نمیگی crime، crimes against humanity در اساسنامه دادگاه کیفر بین المللی توضیح داده شده است، یا ماده 7 مقاول نامه روم که میگوید جنایت های بین المللی شامل کشتن مردمه، نابود کردن مردمه، تجاوز مردمه و انواع و اقسام ظلم هایی که مردم می شود و به اونها آسیب های بسیار جدی وارد می کند. ماده 7 مقاول نامه روم که همون اساس دادگاه کیفر بین الملل هستش شرح مبسوط و مفصلی دارد در خصوص 11 مورد جنایت که اینها با هم دیگه انوارشون شده جنایت علیه بشریت یا جنایات علیه بشریت و ما می بینیم که جمهوری اسلامی تمامی این جنایت ها را دارد انجام می دهد. برابر این رفتار و کردار و تمام کارهایی که جمهوری اسلامی انجام میدهد، خواه به طور مستقیم خواه به طور غیر مستقیم،
جمهوری اسلامی و همه اونهایی که ازش حمایت بکنند. اون لابیگانی که در خارج کشور هستن میکنند چهره جمهوری اسلامی رو بزک بکنند و به جان معرفی بکنند. اینها در انجام این جنایت های علیه بشریت شریک هستند و اینها باید در دادگاه های کیفری بین المللی آینده مثل پاسخگو باشند در یک ایران آزاد دموکراتیک. برای ما میبینیم که رئیسی یا اونهایی که اومدن سخنرانی براش نوشتن این حتی دارای این فهم ساده ابتدایی نبودن که یک نگاه بکنن به مقابل نامه بین المللی و ببینن که معنی جنایت علیه بشریت چی هست. خب اینها برخی از مواردی بودش که بینندگان عزیز من سعی کردم خیلی عجولانه و تند و تند و خدمت شما عرض بکنم. جان کلامم به سادگی در جمع دین هستش که سخنرانی آقای رئیسی که براش دیگران تهیه کردن بی‌تریس چه خودشون که اصلا اینا رو درک نمی‌کنه که حتی ارواح نمی‌تونه بخونه مشکل در خواندن. حتی اونهایی که به عنوان مشاوران و گماشتگان و نمیدونم کارگزاران و غیره در پشت پرده این متن تهیه کردن به باور بنده اینها کوچکترین آگاهی و اطلاعاتی نسبت به موضوعات بین‌المللی نداشتند. بنابراین سخنرانی رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نه تنها سراسر غیر حقیقت و کذب میباشد که عمده رسانه‌ها به این موضوع پرداختند، این واقعیت رو هم مانه این بستی فراش کنیم که تمام صحبت های رئیسی و بند بند اون کلماتش که دهتش من استفاده کردم اینها در تضاد ذاتی با قواعد حقوق بین الملل قرار داره. این عرض بنده بودش خاص اینجا خدمت شما ارائه بده. حالا اگر که شما فرمایش جسای بهبانی عزیز من در خدمت شما هست. نه ممنونم از شما آقا، خیلی سپاسگزارم. من بی صبرانه به راستی مشتاقم تا این در حقیقت گفتار شما که فرمودید مشغول نگارش هستید رو دریافت کنیم و منتشر کنیم. ولی همین من ضمن سپاسگزاری از شما میپرسم که نمیدونم یه سوال چند میلیون دلاریه در حقیقت، در مقابل این دبل استاندارد جهان ما مردم چه میتونیم بکنیم؟ تکلیفمون چیه واقعا؟ چی کار میتونیم بکنیم؟ خب زورمون کجاست؟ از چه قوهی باید استفاده کنیم تا بتونیم مقابله کنیم با این دبل استانداردهای روشن؟ گفتم همین امروز سه شنبه شورای امنیت جلسه تشکیل داده در مورد افغانستان، میگه اینا شما طالبان چون مشروعیت داخلی ندارن تا زمانی که مشروعیت داخلی به دست نیارن مشروعیت بین المللی رو نمیتونن به دست بیارن. و سوالی که آیا ایران در ظرف این دو سال نشون داده که مشروعیت داخلی ندارد؟ رفتار همراهان رئیسی در نیویورک نشون داد که اینا مشروعیت ندارن. این کارهایی که اینا کردن، برخوردشون با خبرنگاران رسانه ها نشون داد که اینا واقعا مشروعیت نداره. همین پرسشم اینه که نیروی ما کجا باید متمرکز بشه تا صاحب قوه بشیم و بتونیم با اینا مقابله کنیم، با این دبل استاندارد بین الملل مقابله کنیم؟ همون گونه که مردم در داخل دارن با این حکومت مقابله میکنن، ما در خارج کشور چگونه میتونیم با این دبل استاندارد مقابله کنیم؟ چشم، حتما. خیلی ممنون هستم، سپاسگزار هستم. خب به هر حال اون مطلبی که من اینجا عرض میکنم دیدگاه فردی است، ممکن است من خطا بکنم، اشتباه بکنم. همواره از همه عزیزان خواهش کردم همیشه که لطفا من رو اصلاح بکنید، مبادا این موقعی دچار خطایی بشم که زیانش متوجه مردم بشود. من حقیقتش پیشنهادی که به ذهنم میرسه اونی هستش که عرض کردم قبلا، هم ما باید سعی کنیم که آگاهی های مردم رو در این حوزه تا اونجایی که ممکن هست تعمیق ببخشیم. برای اینکه ببینید آقای بهبانی عزیز، مثلا من با یه آقای داشتم صحبت میکردم، خوبشون در یک رسانه مسئول بودن، کاری انجام میدادن، انسان بسیار شریف با شخصیت، مطمئن خیلی از منش چه میگم فروتنانه ایشان واقعا خیلی لذت بردم. برای مثلا ایشان حتی اسم یک مثلا نهاد حقوق بشری سازمان ملل متحد رو نمیدانستن. حالا عرض منده این استش که ببینید به رغم همه تلاش هایی که صورت میگیرد، یک فطرت یا خلأ یا یک گپی در این حوزه وجود دارد. من فکر میکنم، بازم عرض میکنم،
تصور بنده هستش که میبایستی آگاهی ها در خصوص سازوکارهای جهانی میبایستی افزایش پیدا بکنه، ساختارهای جهانی میبایستی کاملا تحلیل بشن، در اختیار مردم قرار بگیرن. اگر که آگاهی ها افزایش پیدا بکنن، رو وقت ممکن هست، یا ما این شانس رو میبینیم که حرکت مردم آرام آرام به گونه شکل بگیرد یا مثلا جهت پیدا بکند که فشارهای رو متوجه دولت ها بکنه. چون مردم اینها رو نمیدانند، مردم صداشون غریب مانده است، ناراحت هستند، عصبانی هستند، خشمگین هستند، آزرده هستند، و همه اینها درسته هست، به حق هم هستن، مردم نگران هموطنان خوش در داخل کشور هستن، ولی متاسفانه تمام این ابعاد و حوزه های حقوق بین الملل یا روابط بین الملل متاسفانه از دیده ها کلن پنهان مانده است. یه مثال بزنم، من این هفته یک نامه ای رو تهیه کردم، در سال پیش تهیه کرده بودم، امسال اون نامه رو دوباره بازبینی کردم با چند جمله ای که اصلاح کردم، خطاب به بایدن رئیس جمهور امریکا، و برایشون توضیح دادم، گفتم که آقای رئیس جمهور امریکا، سه دسته قواعد بین المللی هستن که مسئولیت ها و مزایای دیپلماتیک رو اینها تأمین میکنن، مورد حمایت قرار میدن. یکیش منشور ملل متحد هست، یکیش دومیش مقابلنامه عمومی مسئولیت ها و امتیازات دیپلماتیک هست، و سومیش هست هدکوارترز اگریمنت، اون قرارداد مقر ملل متحد. موجب این اسناد ملل، اسناد حقوق بین الملل، دولت ایالات متحده آمریکا ناگزیر هست به محض اینکه یک هیئتی میخواهد در اجلاس‌های مختلف ملل متحد حضور پیدا کند، دولت ایالات متحده آمریکا بایست بر آنها ویزا صادر کند. ما آی بایدن رو درک میکنم، اما آی بایدن اگر شما نگاه بکنید به بند اول از ماده 105 منشور ملل متحد، یعنی همون بند ماده که اشاره دارید به این قانون مقر، که چون مقر سازمان ملل در آمریکا یکی دیگه حساب نه، اون که شما فهمید هست، اما وقتی شما بیاد سلسله مراتب قواعد، اولش میشه منشور، دومیش میشه اون مقاولنامه عمومی مسئولیت ها و امتیازات، و بعد قانون مقر میشه سومیش، پایین ترین لایه، درسته؟ حالا ما از بالا نگاه کنیم، در بالاترین نقطه هرم و بالا ماده 105 منشور ملل متحد است که بند یک اون ماده میگوید که کسانی که حالا فرضاً تو این مسیر قرار میگیرن، اینا بس از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار باشه، درسته؟ اما همون یک جمله اول میگه که من کاش میتونستم اینا سرچ کنم نشون بدم، همون یک جمله اول میگوید که این مسئولیت ها شامل حال اینها میشود برای اینکه بتوانن وظایف خود را در چارچوبه ملل متحد انجام بدن. اجازه بفرمایید، یعنی ویزا صادر شدن و مسئولیت و مزایا منوط به امر دیگری است، یعنی پیش شرط داره، پیش شرط این هستش که خیلی خوب یک هیئت نمایندگی دائمی رو سازمان ملل متحد فرضاً اجلاس 78 امسال، و این مست اون هیئت در چارچوب درست اون چیزی که مجمع عمومی تعیین کرده است با اجماع جهانی مستن، و تمام کسانی که در هیئت هستند واسه کسانی باشه که متخصصان اون حوزه باشند، داره که متخصص کسانی که در هیئت بودن اینها متخصص این حوزه نیستن، چرا امنیتی بودن که شما فرمودید و خود جای دیگر دست گذاشته شده است. و آقای بایدن گفت آقای بایدن بنده رو درک میکنم که شما ناگزیر هستید ویزا صادر بکنید، اما دقت داشته باشید که ماده 105 منشور ملل متحد در همون بند اول بخش دوم میگوید که مسئولیت به شرط اینکه منوط به این که اون سفر در چارچوب اهداف ملل متحد بتونه صورت بگیرد و لازمه پیش برد یا فانکشنینگ کار اونها در اونجا باشد. و اتفاقا همین تأکید رو مقابلنامه مسئولیت ها و مزایای دیپلماتیک هم باز تأکید کرده است. من مقابلنامه قرارداد هدکوارترز رو یادم نیست، دقیقاً چند در ذهنم نیست، اما حداقل این دو اصلی ترین سنگ که در بالاترین هرم سلسله مراتبی قرار داره، اینها تأکید میکنن یک هیئت میتونه از مزایا برخوردار باشد اگر اون هیئت عازم سازمان ملل متحد هست برای انجام وظایفی که مطابق هستش با منشور با اون ضابط سازمان ملل متحد با اهداف ملل متحد. شما ببینید، ولی خب نامه‌ای که من می‌نویسم چی میشه؟ میره کاخ سفید دریافت میشه و خب حتما میندازش کنار دیگه، بله؟ من متن فارسیش هم بنده نوشتم، اتفاقا که اون رو لندن اخیرا چاپ کردم، من فراموش کردم برای شما بفرستم، خیلی پوزش میخوام. خب یه دیگه میخونه تموم میشه میره. حالا عرض من این هستش که اگر بشود این نوع نگرش ها رو بیشتر توسعه بخشید در فضای رسانه، اگر که این مسائل بیشتر باز بکنن، ممکن است مردمی که فرضاً میرن تظاهرات میکنن و
لابی میکنم با این گروه پان و غیر و در جهت احقاق حقوق مردم ایران روشنتر و آگاهانه تر این کار رو انجام بدم. فرض وقتی با پارلمنتریان ها مناسبت بکنم میگن خیر پارلمنتریان ها این قواعد حقوقی ایالات متحده آمریکا خود را متعهد ساخته است به انجام این امور به موجب این اسناد، ولی ایالات متحده آمریکا داره فرض فرو گذاری میکنه. وقتی در اینجاست که من فکر میکنم که آرام آرام اون بحث استانداردهای دوگانه بتونه یواشاش رو به تحلیل بگذاره. کشورها این کار انجام میدن، ما مشاهده میکنیم به خاطر اینکه ما متاسفانه حال نمیدونیم اینها رو باز نمیکنیم به عرصه عموم نمیکشن. من بیشتر ارزم به این شکل میتونه باشه، امیدوار هستم که کمتر خطا گفته باشه. من باز نه هستم نه درسته درست انتقاداتو میپذیرم، خوشحال میشه. آره دیگه، ما اون نامه رو در حقیقت که شما نوشته بودید منتشر کردیم، ولی متاسفانه میگم شما درست میگین توجه نمیکنن، یعنی بیشتر دنبال بازیگوشی هن، دنبال اینن که خودشو مطرح کنه، برای رزومه خودش کار میکنه، برای مردم کار نمیکنه، برای میهنش کار نمیکنه، برای هیچی کار نمیکنه، فقط برای اینکه رزومهش چاق و چله باشه و نمیدونم بتونه ازش استفاده مادی ببره، برای اون کار میکنه، به بقیه داستان هیچ فکری نمیکنه. و ما اینو در طول این جریانات اعتراضات مهسا اینجا بلند فریاد زدیم که آقا نکنید این کارایی که شما میکنی، بعد یک موج بلند ناامیدی ایجاد میکنی، برای اون یه فکری بکنید، برای اون ناامیدی که بعد به وجود میاد، برای اینکه شما انقدر این داستان رو سهل کردید. دیدم اتفاقا یه ویدیو هم درست کردن از دیشب پخش کردن که تیکه تیکه اینا رو به نمایش میذاره. بازم واقعا ممنون، ما وقت شما رو نگیریم، برای اینکه میدونم باید بریم این مطلب رو آماده کنید و بنویسید. نهایت سپاس رو از شما داریم و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، همسر بزرگوار که سبب این ارتباط شد، نهایت سپاس رو دارم، براتون آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه. ممنون از شما جناب دکتر، تشکر میکنم. ممنون، نگهدار همگی، مرحمتون زیاد، متشکرم. به حال شنیدیم، امیدوارم که به راستی بشنویم و در فکر چاره باشیم، و اینکه بازیگوشی دیگه 40 سال بحث دیگه، هر جوری هست همه جوری شد امتحان کردی، یه ذره به خودمون بیایم بیدار شیم و فکر کنیم مردمی که اسیرن، مردمی که در بند این نظام اهریمن گرفتارن. از شما نازنینانم که دنبال کردی نهایت سپاس دارم، برای تک تک شما خوبان نیز مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از همه شما، ممنون.